این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. مشت ما مسلسل شد. شش ماه قبلش در هر کجا ایران سفر میکردن مردم چه استقبالی میکردن و یهو در ظرف شش ماه چطور یک دفعه این تغییر بزرگ در روحیه ملت ایجاد شد. اونهایی که به ملت ایران خیانت میکنند باید کنار بروند و ما در تصمیم خودمون باقی هستیم و ملت ایران باید در تصمیم خودش باقی باشد. که ریختن تو خیابون اتفاقا طبقه کارگر و روستا نبودن و بعد یه کسایی که دانشگاهی بودن. بعد من شنیدم که عکس آقا رو در ماه دیدن. تو ممکنه اصلا من مرغ طوفانم نیندیشم ز طوفان، موجم نه اون موجی که از دریا گریزد. شاه ایران که بامداد امروز بی خبر از کشور خارج شد اکنون در مصر است. خبرنگاران میگویند که شاه در حالی که از پله‌های هواپیمای شخصی خود بالا می‌رفت گریه می‌کرد. This is a man they call the father of the revolution and this is the moment that millions in Iran have been waiting for. آقای مهندس بازرگان نگرانی میره داشت که این ها میخوان کودتا کنن، حتی تا 100,000 تا رو بکشن. چهار هفته به من فرصت میدادن شما ایمان داشته باشید که خمینی میامد اون طرف میز مذاکره با من صحبت میکرد. روز جمعه قبل از 22 بهمن دکتر بختیار یک کاری هم کرد که قول گرفت اون با کسی نگی، گفت باید وایساد و عواملی هم هست که امکان رو میده که موفقیتی حاصل بشه. تمام شهر در حال اسیان و قیام است. تقریبا در تمام نقاط شهر به فاصله هر چند صد متر سنگرهایی در حال سوختن برپا شده است. هوا مملو و از دود تایرهای اتومبیل‌ها و خرابه هایی است که می سوزند. صدای انفجارهای شدید را می توان هر چند گاه یک بار شنید. اتحادی از چریکهای جناح چپ و چریکهای مذهبی به صدها تن از افراد نیروی هوایی پیوستند. مردم بیشتر حالتی بازی رو داشتن، یعنی باور نمی کردن که داره یه مملکت سقوط میکنه. جو یک ملت اوسیان زده فریب خورده است. جمعیت شهر در غلغله بود و در واقع مردمی بودن که خودشون رو پیروز میدیدند و قیافه ها شاد و پر امید و از سیری، انقلاب سیری بود، قبول کنی. خب میدونین بلدن کسایی که مردم را بندازن و شعار بهشون بدن و دیگه متاسفانه شده بود دیگه. توحید قرآن دینم، آزادگی آیینم، میکنم من حسینی، رهبر من خومینی، میکویم
علف تنزیل شکنج مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه یک حالت غمگینی همه رو گرفته بود، یه حالت تأثر و حالت این که اصلا تعجب از این که چه اتفاقاتی داره روی میده. خیلی رحیمی شیش کیلو لاغر شده بود تو یه ماهی منقدام و خیلی شهر شروع بود و عجیبه با رفتن علازت که خیلی بدتر شد. ما در مراکش بودیم، هم علازت هم خود من هم با یه ده نظامیان تماس داشتیم، اخبار رو از رادیو ایران که تمام مدت روشن بود و تلویزیون و رادیوهای بین‌المللی و خارجی گوش می‌دادن. بیشتر در باغ قدم می‌زدن، گاهی اوقات هم با ملک حسن و همش در فکر بودن. البته روحیه می‌دونید روحیه‌شون رو خوب نگه می‌داشتن، می‌بایستی نگه داریم. اصلا ببینید مراکش اونجا شهر خیلی قشنگی بود. اون کاخی هم که برای پذیرایی علازت ملک حسن دوم در نظر گرفته بود بسیار کاخ زیبایی بود با یه باغ فوق‌العاده قشنگ، ولی یک حالت غم و غبار غم‌آلود رو تمام این کاخ و رو همه ما بود میدونید و علازت بیشتر اوقات تو اتاق خودشون بودن تک تنها. و همون جایی که بود که بود که اشخاص هم میرفتن و میامدن و چجور اینجور جلوه بده که مثلا نگرانه، نه وضعیت عادی داشت. البته جمعیت بیشتری بود حول و حوش خانه ایشون. امروز جماعاتی از طرفداران آیت الله در پاسخ به دعوت او دایر به تظاهرات آرام در سراسر کشور وارد خیابان‌ها شدند. دکتر بختیار نخست وزیر گفته است که او یک دولت دیگر را تا زمانی که فقط در ذهن مردم وجود داشته باشد نادیده خواهد گرفت، ولی اگر دست به اقدامی بزند به آن پاسخ خواهد داد. According to the organizers, the reason for this march is to make three things very clear. One, that the royal family cannot and will not return. Two, that the present government is illegal and will be brought down. Three, that the opposition will not rest until Iran becomes an Islamic state. آزادی حق مردم است. استقلال یک مملکت حق یک اهل مملکت است که طلب استقلال بکنند در مملکت. نباید هیچ در حبسش کنند، نباید جلوش را بگیرند که حرف نزند، بیخی یه روز را فشار بدن که نباید کلمه حرف بزنی. قلمش را بشکنم که نباید بنویسی. قلمها را اینا شکستم، قدمها را شکستم در این 50 سال. حبس ها پر بود از اشخاصی که آزادی میخواستم در این 50 سال. حالا قیام کردند و حقوق واجه ملی خودشون را که حقوق بشر است و از اولین حقوق بشر است، آزادی، استقلال، حکومت عدل، ما روز جمعه قبل از 22 بهمن ما رزمارا دوتایی رفتیم دیدن دکتر بختیار. تهران یه وضع بسیار بخشوش و بسیار دیگران کننده داشت. دکتر بختیار هم که معمولا خیلی خیلی مرتب بود و کت شلوار و کراوات و اینها، بدون کت و بدون کراوات نشسته بود و داشت یکی از کنسرت‌های رحمانینوف رو گوش می‌کرد. دکتر خیلی با آرامی گفتش نه، موضوع اینطور هیچ چیز خاصی نیستش و ما مسلطیم به اوضاع. و یک
چی کاری هم کرد که بول گرفتیم و با کسی نگیم. و اونم این بود که یک لیست 603 نفر بود چون من یادمه تهیه کرده بودن که آدم هایی رو که باید دستگیر کنن. قرار شد بود که اینا رو جمعاً در مدرسه علوی همه شون رو بگیرن. حالا اونجایی که دیگه مدرسه نبود که محل اقامت ایشون رفت آمد مردم بود و تمام این اتاقا پر جمعیت بود. اونجا اتاق خالی گیر نمی آمد. خاک رو آماده کرده بود برای محل حفظ این 603 نفر. قبل از اینکه اصلا عزت از اینا خارج بشن یک طرحی بود که یک تعدادی دستگیر بشن، دستشون کوتاه بشه از اینکه در خیابون‌ها مردم رو تشویق به آتش سوزی و این کارا بکنن. این بار قرار بود شنبه اجرا بشه، شنبه 21. گفتش که خیلی شلوغه وضع، خیلی شلوغه، ولی بازم گفت این طرح اجرا خواهد شد. یه روزی آمدن تو راه رو میرفتن گفتن خوب بختیار محکم مونده، با بختیار تماس داشتن. هموطنان عزیز، شنوندگان و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست. افکار عمومی به رادیو تلویزیون بدبین بود، به رادیو تلویزیون به عنوان یک رسانه دولتی نگاه می‌کردند که فقط در جهت خواسته‌ها و منافع دولت کار می‌کنه. روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست. ما به خاطر اینکه یک اعتباری رادیو تلویزیون پیدا کنه خواستار این بودیم که با آزادی بیان مردم به رادیو تلویزیون اعتماد بیشتری خواهند کرد. من تلفن کردم با سبهبد ربیعی صحبت کردم، گفتیم که اینها در تلویزیون آمدن خمینی رو نشون دادن و چند نفر از افراد گارد شاهنشاهی که اینجا بودند اونها با افراد نیروی هوایی حرفشون شده. و در آسایشگاه که تماشا میکردم به این فیلم آمدن خمینی، صلوات میفرستن اونها افراد نیروی هوایی همافرا، اینا اعتراض میکنن که چرا این کار رو میکنید و فلان، با هم حرفشون میشه. گفتم این چطور شد آخه، چرا این نشون میده؟ گفت معلوم شد دستور خود نخست وزیر بوده. خب ببینید، دکتر بختیار که نمیتونست سانسور کنه که، یه عمر با خوشنامی زیسته بود. حالا به هر حال بعد نه تا کامل این اتفاق افتاد و کامل هم پخش میشد. گفت منظور من این بود که ببینن مردم که خمینی بعد از 15 سال در هواپیما میگوین چه احساسی داری. من میگوید هیچی. ممکنه محبت بفرمایید و بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟ هیچی کسی گوش نمی کنه ایرانی به هیچی چیه. خیال میکرد که اینجا فرانسه هست، اینجا نمیدونم کجاست. اینها که گوش میکنی صلوات میفرسته، اصلا کاری به هیچی نداره. گفتم هرچی بوده زیر سر همه هیچی شما بوده، همه چیز دستگیر شما بوده که اینها رو نشون میدادن. بخوام بهتون بگم که یه مقدار ما مسلط به حقایق و به اتفاقات در زمان واقعی نبودیم. اینه رحیمی میگفت و پدری همین دکتر رزوان هم بارها خونه ما نشسته بود، میگفت که اینا دست پای ما رو میگیرن و میکشن و ما رو تو همین میدون توپخونه آویزو میکنن. دیشب در یکی از مراکز آموزش نیروی هوایی در سرح‌آباد تهران درگیری مسلحانه بین هنرجوان و همافران و مأموران نظامی رخ داد. به دنبال این رویداد در زمینه کشته شدن تعدادی از همافران و هنرجویان شایعه هایی در شهر رواج یافت و در پی آن گروه های مردم به خیابان ها ریختند و در حالی که عده‌ای نیز از پنجره ها و پشت بام ها آنها را همراهی می کردند به سوی مرکز آموزش نیروی هوایی رفته و در اطراف پایگاه اجتماع کردند. نیمه شب به زرا در اون که ما اون وقت میشنیدیم، اون وقتا
این بود که حمله شده به نیروی هوایی و نیروی هوایی مقاومت کرده و کودتاشی ها رو شکست داده. همین. These are difficult and dangerous days for many millions in Iran. The air is thick with rumors of plots and coups, assassinations and arrests. Many have died and many have also been injured. But these people sense victory. They'll tell you, we got rid of the Shah, so who can stop us now? تا کنون ارتش کوشش نکرده است که با نیروهای خمینی به مقابله برخیزد. اما در بعضی نواحی نزدیک پایگاه‌های نظامی، افراد ارتش در خیابان‌ها دست به حمله زدند و به منظور برگردانیدن مردم به خانه‌هایشان به هوا شلیک می‌کنند. اگه می‌خواستن می‌کردن، همه کار می‌گفت ولی مملکت تموم شده. قرباقی مملکت رو تموم کرده. بازم تیراندازی نمی‌کرد. نمی‌داد دستور تیراندازی. چون یا باید اصولاً فقط فرمان شاه رو گوش می‌داد. دیگه چیزی رو گوش نمی‌داد. همیشه علیزاده می‌گفتند که من نمی‌خوام تاج تختم رو با ریختن خون مردمم نگه دارم و همینم هست. شهرگاه امروز تظاهرات گروهی از تظاهر کنندگان به خشونت گرایی و عده‌ای با اسلحه گرم به مقابله با نیروهای انتظامی دست زدند. تظاهرات بامداد امروز تهران و نواحی فرح‌آباد، شهرده‌ای و خیابان آذری گسترده بود و به استقرار نیروهای انتظامی در نقاط مختلف پایتخت منجر شد تا از بروز خشونت جلوگیری شود. آخرین گزارش در زمینه اختشاش‌های امروز تهران حکایت از اون دارد که تا ساعت یک بعد از ظهر موج تظاهرات فروکش کرده و سرای عالی آمبولانس‌ها در خیابان‌های تهران کاسته شد. روز شنبه 21 بهمن اینطور که من یادمه صبح با در دانشگاه با دانشجویان اینها بودم و از اونجا هم رفتم به خونه آقای خمینی، اینطور یادمه. بنابراین اون بحث های جمعه و شنبه و نه وقتی رفتم اونجا دیدم این بحث ها اونجا داغه که چه باید کرد و اینا، یکی میگه این کارو بکنیم، یکی میگه اون کارو بکنیم. و بعد از مدتی گزارش رسید که آقا دارن در شهر اسلحه تقسیم میکنن. کجا؟ خوب یادمه، گفتن در چند مسجد و در جلو پپسیکولا کامیون وایستاده، جلو پپسیکولا اسلحه تقسیم میکنه. تلفن کردم به رحیمی، گفتم آقای رحیمی میگن که دارن در شهر اسلحه تقسیم میکنن، شما چیکار میکنید؟ گفت که آخه میدونید تیم من که اجازه نداریم، میگن در مساجد ما که حق نداریم وارد مساجد بشویم. گفتم پس اجازه میدید به این طریق که اسلحه تقسیم بشه در شهر؟ آخه چه جور فرماندار نظامی است اینجا؟ گفتیم صاحب به من چیکار کنم، من به نخست وزیرم پیش به نخست وزیر بفرمایید. همین چیز همین صبح که بهش تلفن کردم آخه چون دو دفعه تلفن کرده بودم بهش، مثل این که چیز شد، گفت من آنچه من که گفتم اون تر اجرا میشه. دو مرتبه من تلفن کردم به نخست وزیر که آیه نخست وزیر الان میگوین که در شهر اسلحه تقسیم میکنن، تمام نقاط شهر آشوب تظاهرات میکنن. گفت من فکر کردم که عصر شورای امنیت تشکیل بشه. بعد یه خورده دیگه رحیم تلفن کرد که نخست وزیر گفتن که حکومت نظامی ساعت 4 بکنن. آقای مهندس بازرگان نگرانی این رو داشت که اینها میخوان کودتا کنن، حتی تا 100,000 تا رو بکشن و یک حمام خونی را بیفته. و خود آقای خمینی این پیشبینی رو کرده بودن، این امکان رو، که قاعدتا اونها یعنی فرماندار نظامی خیال داشته در شهر خلوت و در خیابان‌های خالی از مردم بیان و ایشون رو دستگیر بکنن. چند راهکار اونجا پیشنهاد میشد. یک راهکار این مصالحه، یه راهکار این بود که
آقای خمینی به اصطلاح دعوت کنه از مردم برای دفاع از خودش و افراد مسلح بیان و دور و اونجا رو بگیرن و بره رو خط جنگ داخلی. و یه راهکار سوم این بود که آقای خمینی از مردم بخواهد که کوچه ها و خیابان ها رو ترک نکنن. آقای خمینی این سومی رو پسندید. اگر که این اتفاق نمی افتاد که عرض می کنم واقعا وجدانن دکتر بختیار در تمام مدت مسئولیت این موضوع رو به عهده گرفت، قرار این کار رو نمی کرد، ساعت 8 خب طبق معمول حکومت نظامی می شد و می شدن 603 نفر رو هم گرفت. به نفع اعلام طولانی شدن ساعات منع عبور و مرور، تظاهرات پراکنده‌ای در 4 گوشه صورت گرفت که مرکز ثقل آن نواحی شرقی تهران بود. مردم دسته دسته به خیابان‌ها آمدند و به دادن شعار پرداختند. جمعیت تهران نیز با اتومبیل و موتورسیکلت در خیابان‌ها راه افتادند و مردم را بیاری آسیب دیدگان حوادث اخیر که در بیمارستان‌ها بستری شده بودند دعوت می‌کردند. تعدادی اتومبیل و موتورسیکلت نیز مأموریت حمل لاستیک‌های فرسوده و تنه درختان به وسط خیابان‌ها برای راهبندان را به عهده داشتند. در خیابان‌های اصلی در فاصله‌های 100 متری راهبندان و آتش زدن لاستیک‌ها و تنه درخت به چشم می‌خورد. تعداد کشته شدگان طرفین بیش از 150 نفر و مجروحین بیش از 300 نفر گزارش شده است. روز شنبه 21 بهمن یک نگرانی در قیافش بود، حالت کسی که نه همه چیز تمام شده میدونه و خودش بر کرسی قدرت نشسته، نه اینجور نمیدید. ولی خب دیگه نشد، یعنی شلوغ شد و از بین رفت. نمیخوام بگم که اگر که این 603 نفر رو میگرفتن انقلاب نمیشد، شلوغ نمیشد، سقوط نمیکرد دولت، اینطور نیست. ولی احتمال داره که آقای بختیار میتونست اون استراتژی که از روز اول داشت و میخواستش که طول بده حتی اردیبهشت ماه تا انتخابات مجلس، این کار رو میتونست بکنه. به حال یک امید کمی بود که بلکه اتفاقی روی بده در ارتش. یار گفت که من تا حالا صبر کردم، دیگه بیش از این نمیتونم صبر کنم، آقایون برید و مقررات حکومت نظامی رو اجرا کنید. ولی که بعد از خرابی بصره. دو جا من کاغذم به رئیس ستاد ارتشه که بزنید. من نوشتم در شورای امنیت، انداختم جلوی ربیعی، گفتم شما دستور میدید برای اینکه این اسلحه سازی و این چیزایی که اونجا داریم و این همافروازی که راه انداختید به یه جای بدی نرسه، شما بگویید که اینجا منطقه نظامی است و با ترکت و با بلندگو به مردم یک ساعت فرصت بدید که از اینجا دور بشن. اگر دور نشدند این منطقه مسلسل سازی را بمباران کنید. هر کمر با منه. باش صحبت کردم، گفت باید وایساد و عواملی هم هست که این به اصطلاح امکان رو میده که موفقیتی حاصل بشه. امید داشتیم برای اینکه به هر صورت افرادی بودند که طرفدار بودند و میدیدند که چی داره میگذره، ولی امید هیچ وقت از دست ندادیم. استقلال آزادی با قانون اساسی، استقلال آزادی قانون شب 22 بهمن که شلوغ کردند و فلان این حرفا، اون موقع قرار بود که بگیرن. یکی از رفقای ما این ساکن نیروی هوایی بود، شب به من تلفن کرد که آقا اینجا شلوغ شده و صدای تیراندازی است و فلان این حرفا بود.
یه سنگر درست کردند و فلان این حرفا رو خیلی اوضاع شلوغ پلوغ. ساعت تقریبا 10:30 بود. من تلفن کردم به دکتر بختیار. دکتر بختیار خواب بود. اون نگهبانم گفتش که خوابیدن دو نمیشه. گفتم نه محسوس نیست، مهمه فورا بیدارش کرد. بیدارش کرد و منم گفتم یک کمچین ماجرایی است و اونجا شلوغ شده است و فلان یاف. ساعت 12:30 شب روز 21 خبر دادن به ما که مردم ریختن مسلسل سازی در نزدیک میدان ژاله، ریختن اونجا دورش هستن. ولی در حدود مثلا ساعت 1:30 بعد از نصف شب بود، ایشون تلفن کرد به من گفت که فردا ساعت 5 میری تلویزیون و اونجا خودت اداره میکنی اخبار رو و مسائل رو. گفتم که چرا؟ گفتش که خب اون لیست رو بایستی انجام بدیم. به من فهموند که میخواد اون شب بگیر. در ساعتمون در همون مدرسه دبستان رفاه بودیم و اون شب کذا هم همونجا ما بیتوته کرده بودیم و بعد چون خیلی سر صدای تیراندازی شنیده میشد و خبرم می آوردن و احتمالم داده میشد که حمله‌ای به خصوص به اونجا بشه، ما در یه خانه مجاوری در یه کوچه پایین‌تر رفتیم اونجا شب رو گذروندیم. من اونجا نبودم. من گمان میکنم که نزدیک های شب از اونجا خارج شدم و مطابق معلوم رفتم در خونه ای که به اصطلاح میشود گفت مخفیگاه من بود. اینجور که یادم طرف این دروازه شمرا میره به بالا، اون طرف ها بود. من که کجاش الان تو ذهنم نیست. امیدوار شهری ما سردر نمیده تظاهر کنندگان به قرارگاه شماره یک پلیس واقع در میدان سپه حمله کردند و آن را تومی حرب ساختند. ماموران پلیس پس از حمله تظاهر کنندگان که عده زیادی از آنان مسلح به اسلحه گرم بودند موفق شدند مقدار از لوارد و سلاحهای موجود در قرارگاه را تخلیه کنند. گزارش دیگری حاکی است که سرگاه امروز افراد پلیس و افسران پاسگاه کلانتری 18 در منطقه اکبرآباد حمله شد و در این درگیری تعدادی از طرفین کشته شدند. صبح 22 بهمن به دستور آقای بختیار من بایستی میرفتم به گفتم ساعت 5 به من گفتش که بایست بری تلویزیون. البته خونه جلو خونه آقای خمینی که دیگه اصلا راه رفتن کار مشکلی بود چه زیادی جمعیت. شب 22 بهمن من به فرماندار نظامی تلفن کردم. تیمتار ناجی به اون اکسان اصفهانیش گفتش آقای دکتر بیرون تشریف نبرید، اینجا جنگه. مأمورین مسلسل سازی تا ساعت 7 صبح 8 صبح دفاع کردن نذاشتن تا اینکه بیل کلنگ آوردن مردم دیوار رو سوراخ کردن از هما فرا و مردم ریختن توی مسلسل سازی. من تلفن کردم به مجددن به نخست وزیری. این دفعه خانم کلانتری که رئیس تک دفترش بود گفتش که آقای دکتر توی جلسه نمیتونن صحبت کنن. بختیار منتظر تشکیل جلسه ای بود که قرار بود که به خصوص بعد قره باقی و هست کنم که تیمسارهای مسئول شرکت کنم. گفتم بس بهترین راه این است که تمام فرماندهان رو احضار کنید بیان شورای فرماندهان تشکیل بدیم تا ما بفهمیم که قضیه از چه قراره. من هر چی زنگ می زدم از صبح به این به اون به ناجی کلانتری ها چطور شد به من میگفتن تیمسار کجاست. من بیچاره میگفتم تیمسار لویزانه، پیداش کن خانوم بگو مملکت داره میره. صبح وعده داشتم با آقای قره‌باغی. ساعت 8:30 که بنده رفتم به دفتر
سب کردم تا 9 شدم نیامد، چون اون آسون بود براش، هلیکوپتر می آمد، دانشکده افسری 2 قدم بود. دو دل شدم که این چرا نیامده، چرا نشده اینا. هی ما تلفن کردیم، هی گفتم در یه جلسه مهمی. از روی بالکن چیدم دیدم گاهی صدای مسلسل میاد، ساعت 10. یک مقداری مکس کردم که چه باید کرد. به دو سه تا از دوستانم و به دو تا بختیاری اونجا بودن، اونا گفتم شما اتومبیل که من دارم، اتومبیل بلنده بود که مال نخست وزیرها بود و فلان اینا، او را با دو تا اتومبیل دیگه آماده دو بکنید، اون در اونجا را بود باز بکنن، ولی تا زمانی که مسلسل تو بالای اتاق من نزنه من نمیرم از اینجا. عازم خیابان شدم ببینم در خیابان‌های اطراف چی می‌گذره. بیشتر از هر چیز جمعیت کثیری که در نزدیکی در اطراف پادگان اشرت‌آباد تجمع کرده بودن نظرم رو جلب کرد و موقعی که رسیدم در خود جاده قدیم شمیران تقریبا خیابان مسدود بود. جمعیت روز ز لحظه به لحظه بیشتر می شد. صدای تیراندازی از پادگان اشرت‌آباد به گوش می رسید و جمعیت با هجومی که به سمت پادگان آورد تونست درها رو بشکنه و وارد پادگان بشه. در این موقع من گفتم که در نظر داشته باشید که علیزاده فرمودن که ما باید ارتش رو حفظ کنیم. ارتش برای حفظ استقلال مملکت ضروری است. از نظر نظامیگری و سپاهیگری با توجه به اوامر اعلیحضرت که دو دستگی نباشد، هر چقدر میخواهید بحث کنید بحث بکنید، ولی فکر میکنم که مصلحت ما این است که به اتفاق آرا یک راه حلی رو انتخاب بکنید. دو مرتبه بحث ها ادامه پیدا کرد. بالاخره اون تعداد اقلیتی که طرفدار اعلان همبستگی بودن، اونها هم طرفدار اعلان بیطرفی شدن. بعد از اینکه تمام شد، جریان آقایون گفتن که زودتر این ابلاغ بشه. ساعت 10:30 بود، قرباق پای تلفنی. گفتم که تیمسر پس چه شد؟ چه کار میکنید شما اونجا؟ گفت که جناب آقای نخست وزیر، ارتش اعلان بیطرفی کرده. اینه گفت. من رفتم در یک دنیای دیگری. چطور چنین چیزی رو من پیش بینی نکرده بودم؟ مرسی تیمسار، خیلی متشکرم. گوشی گذاشتم. آقای قره‌باغی تلفن کرد و گفتش که یه اعلامیه داده، اعلامیه تهیه کرده است برای بی‌طرفی ارتش. گفتم اعلامیه رو بخونید برام از پشت تلفن. خوند برام و من گفتم نه، من اجازه نمیدم. گفتش که اگر که شما این کار رو نکنید، من یک کامیون سرباز میفرستم، تلویزیون رو تسخیر میکنیم و من اعلامیه رو میدیم. من گفتم که اگر که واقعا این کار رو میکنید، من که زورم به شما نمیرسه، ولی نمیتونم تصمیم بگیرم در این مورد، اجازه بدید با دکتر بختیار مشورت کنم. تلفن کردم به دکتر بختیار. اون ساعت تلفن مثل 11 هنیم اینطوری. و تلفن کردم به دکتر بختیار. دکتر بختیار گفتش که ول کن دیگه بره، چون ما کل مملکت از دست رفته، بذار اینا اعلامیه خودشون بده. با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:20 دقیقه روز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و بیانهای نظامی دستور داده شد به پادگان‌های خود مراجعت نمایند. بله، اون لحظه بود که ما فکر کردیم که رژیم شاه ساقط شد. قیافش با قیافه روز پیش فرق داره. و اینکه اینجوری در ظاهر اینجوری میکنه، ولی وقتی در جمع نزدیکان و با خودی ها بود که قیافه خندان میشد. قیافه خندان بود. یعنی قول و قرار و ترتیبی بود که از طرف تیمسار مقدم داده شده بود و یه طرف قضیه هم، اونو من مستقیما اطلاع ندارم، ولی یه طرف قضیه هم خود امریکایی‌ها بودن که اونها میخواستن که ارتش در این جریان برکنار باشه و
این جریان انقلاب ایران بدون خونریزی و بدون فاجعه و اینا صورت بگیره. ساعت یک بعد از ظهر بود، زنگ زدم به رحیمی گفتم تمام مملکت تسلیم شده. گفت من الان دارم میرم دفترم. گفتم من بیام ببینمت. گفت نیای از خونه بیرون، برو از اونجا. تلفن کردم به نخست وزیر، این دفعه بختیاریان تلفن کرد، گفتش نه دیگه دولتی نیست و نگفت استعفا اینا، اصلا گفت دیگه دولتی وجود نداره. این آخرین دفعه بود که من با بختیار صحبت کردم و به همین ترتیب شد که من دستور یه هلیکوپتر دادم که بیاد در دانشکده نظام. در حدود ساعت 2 آمد، بلند شدم، دو سه تا چیز خصوصی داشتم برداشتم و رفتم پایین. خانم کلانتری گفت که کی برمیگردید آقا؟ گفتم نمیدونم کی، ولی برمیگردم یه روز. بعد پله ها رفتم پایین، رفتم دم در، رفتم در درم یه سربانی و یه دو تا درجه دار و چهار تا سرباز و این بر و اون بر ریز دادم و سلام دادم. حالا تقریبا ما محاصره همش، یکی به همینا دست دادم، سوار اتومبیل شدم و 100 متر بیشتر نبود آمدم توی دانشکده افسری. اونجا هم همین تشریفات، بعد یه هلیکوپتر بلند شد. گفتم عجب، ما آزادی خواستیم بریم و این آزادی رو نمیخوام، چیکارش میشه کرد؟ یه حالت حزنی داره همچیدی، ولی باور کنید مثل اینکه کوه دماوند که رو دوشم بود برش داشته بودن، بال داشتم دیگه تقریبا. کنم میره منزل نمیدونم یکی از خیشانش در اطراف تهران، بعد شبش میاد در اون ISB که اتفاقا منم شبش رفته دارم اونجا منزل کسی دیگه. آقای گروهبانی اومد تو و با تفنگش هم دستش بود، همون چی جلوی در ایستاد و گفتم ها چه؟ گفت آقا تکلیف من چیه؟ من رو با 3 سرباز گذاشتن که مواظب جان شما باشیم، جان شما رو حفظ بکنیم. الان من چیکار کنم؟ گفتم عزیزم دیگه تمام جاها که فرو ریخته، تو هم باید دوستاتو بردار و برو دیگه برید سرباز کنیم. گفت من بذارم برم؟ من اینجا گذاشتن برای اینکه جان شما رو حفظ کنم، خودم و 3 سربازی که پدومه. واقعا ناراحت کنم. تا آخرین فشنگمون از شما دفاع میکنیم، خیالتون راحت باشه. طرف ساعت 2 بعد از ظهر رادیو داشت اعلام میکرد اینجا صدای راستین انقلاب است. اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب. از همکاران خود در مراکز فرستنده رادیویی تمنا داریم هر چه زودتر با ما در تماس باشند تا بتوانیم صدای ملت ایران را، صدای انقلاب را، صدای راستین ملت ایران را به گوش هموطنان عزیزمان در داخل و خارج از کشور برسانیم. گفتن که آقای طالقانی از کارمندای اعتصابی خواسته که به رادیو تلویزیون برگردن. ساعت 2 بعد از ظهر 22 بهمن بود. توی اتاق هم در کاخ بودم، در اتاق هم باز بود و رادیوی موج کوتاه هم روی چیز بود، هم تهران می گرفتم هم بی بی سی رو، بی بی سی ورلد سرویس رو می گرفتم و هم بهت زده بودم. با من شعبانو توی کوریدور رو هم می رفتن و خب این صدای رادیو بیرون هم می رفت. من یادم هم ایست که در کوریدور بودم، داشتم رد می شدم از یه جایی، اینو که تو رادیو شنیدم اصلا باورم نشد. راستش اون موقع یه لحظه فکر کردم برعکس شده، اینا باختن. میدونی یه لحظه حالا درست نمیدونم چی گفتن. توجه فرمایید، توجه فرمایید،
اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب. همین، من فکر کردم برعکس شده، اینا باختن، ولی خب خیلی دردناک بود دیگه، اصلا باورمون نمیشد که یه همچی چیزی شده. چطور ممکنه مردم ایران یه همچی کسی رو به یه همچی کسی رای داده؟ بچه های فقیه تو اتاقشون بودن و خودشون رادیو داشتن، خودشون شنیدن تو اتاقشون، و تقریبا تا برای صرف شام هم حتی از اتاقشون اگه من درست به خاطرم باشه بیرون نیومدن. After its one-day civil war, Iran now seems to be in the hands of the Ayatollah Khomeini and the supporters of his Islamic Republic. We're still waiting for the final confirmatory, but the Ayatollah's headquarters now takes victory as a certainty, and apart from occasional outbreaks of firing, the streets belong to the heavily armed civilian soldiers of the Ayatollah. فقط تونستم سر و صورتمو بشورم، با همون لباسی که به تن داشتم، یک بارونی سفید، یک پولیور یقه اسکی و یک جلیقه پشمی که روش بود، سوار ماشین شدم و عازم جامعه جمع شدم. اون ساعتی بود چهار بعد از ظهر که ریخته بودن تو دفترش و گونی سرش کرده بودن و گرفته بودنش و تو سرش داده بودن که گویا میگفتن یزدی هم شخصا بوده اونجا. خیلی ناراحت بودم، نمیتونم واقعا اون زمانو بگم. معذرت. وقتی که وارد رادیو تلویزیون شدم، به محل استودیوی پخش که رسیدم، دیدم که همه آماده پخش مستقیم اعلام پیروزی انقلاب هستند. موقعی که وارد استودیوی تلویزیون می شدم، یکی از همکاران یک نوشته به من داد، بهم گفتش که دیگه محافظه کاری بسته، دیگه تموم شد، باید مثل همه مردم در این راه همون کاری که مردم میکنن بکنی. یکی دیگه از همکارانم بهم گفتش که اگر دستاتم بلند کنی خیلی خوب میشه، و من از روی نادانی موقع اعلام پیروزی انقلاب دستام رو بلند کردم و شروع کردم به خوندن نوشته‌ای که فقط یه نگاه سطحی بهش انداخته بودم. منتها وقتی که دیدم که متن نوشته خیلی انقلابی است، خیلی شعارگونه است، شروع کردم اونچه که در دلم بود گفتم. یک بار دیگر از آنجا که آزادی به همت و رشادت هممیهنان برومندمان به بار آمد، بار دیگر تجلیل می‌کنیم از کلیه مبارزان و شهیدان راه آزادی، و به جاست به خصوص در مبارزات هفته‌ها و روزهای اخیر اشاره کنیم به مقاومت و پایداری خستگی ناپذیر همافران برومند نیروی هوایی شاهنشاهی که انقلاب مسلح ما را به نوعی دیگر آغاز کردند. الان که فکر میکنید اگه قرار باشه که برگردید به همون روزا و یک کار رو جور دیگه ای انجام بدین، اون چیه؟ بدون هیچ تردیدی اگر که با همین فکر الان به 40 سال پیش بریم، من به هر نحوی بود دکتر بختیار رو مجبور میکردم هواپیمای خمینی رو ثابت کنم. اون یک کار اگر قرار باشه جور دیگه انجام بدهم،
اون اولش این است که اون اطمینانی که با آقای خمینی داشتم دیگر نمی داشتم. این حس الان فقط دنبال خونشم الان. این حالت در من از بین نمیره متاسفانه. از نقطه نظر مملکت اولین کاری که ما میکردیم جلوی بیرون آمدن شاه رو میگرفتیم و این نمیتونستیم. این اون روز دولت میتونست و یکی از مسئولینه. من اینو جلوی شما این رو اذعان میکنم شرافتا که 11 این مسئولیت با منه، چون من خیلی اصرار داشتم. پیروزی انقلاب رو اعلام نمیکردم به دلیل اینکه اعلام پیروزی انقلاب از من چهره ای ساخت که به زعم افکار عمومی انقلاب رو من مرتکب شدم، در حالی که من قطره کوچکی از اون سیلاب عظیمی بودم که حتی نخست وزیر وقت شاپور بختیار نمیتونست جلوشو بگیره. 40 عقب بریم یه کار متفاوت انجام بدیم. من جوابی اینو ندارم راستشو بخوای. من همیشه میگم همونطوری که آینشتین گفته با تمام انرژی کیهان یک ثانیه نمیشه به عقب برگشت و به قول فرانسوی‌ها با اگرها میشه پاریس ریخت توی بطری. میدونی درسته که ما با هم دوستان میشینیم صحبت میکنیم هی میگیم اگر این اگر اون، ولی اگر الان فایده نداره مال گذشته. الان باید فکر کنیم که چی کار کنیم که فردا باز نگیم اگه این کارو کرده بود. من یقین دارم که فردا روشنایی در تاریکی پیروز خواهد شد و ایران چون ققنوس بار دیگر از خاکستر خود برخواهد خاست. اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من میایستم که این کار نشه. اومد تو تلویزیون گفت فرمانده اسیر جنگی جهانی فرمانده نظامی رحیمی تسلیم شد. لباس های نظامی در آوردن، لباس شخصی پوشیدیم برای رفتن به اونجا. اتفاقا همین لباس شخصی یکی از دلایلی شد که تن بنده موند و من نجات پیدا کردم. مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستم که آب خوردن رو من اجازه بگیریم؟ اصلا این چه ایرادی بود؟ استبداد همه رنگ در میاد. سلام بر بازرگان نخست وزیر ایران.